گوشتا خورسندی و شادی از روش مزدا یا خرد و تندرستی از روش مزدا یا خرد بر تمام بینندگان گرامی برنامه زرتشت و تمام ایرانیان در هر گوشه جهان که هستین، امیدوارم همتون شاد و تندرست باشین. امروز ما برنامه هفته پیش را ادامه میدیم که درباره سدرپوشی است، آیین سدرپوشی، که ببینیم سمبول یا فلسفه این سدرپوشی چی هست، یکم بیشتر آموزش دریافت بکنیم و استاد خردمند و مهربان ما، استاد بزرگ ما، استاد جعفری امروز روی برنامه زرتشت هستن که یکم آموزش به ما بدن. و سپاس فراوان استاد جعفری، اگر میخوان یه درودی به بینندگان بگین و ما برنامه رو آغاز میکنیم. درود فراوان به همه بینندگان این برنامه یا هر کجا که زرتشتیان هستند و ایران فرهنگ، کسانی که فرهنگ ایرانی رو پیروی میکنند، درود بر همه. سپاس فراوان. ما پرسش اولی که من از استاد جعفری دادم، ما هفته پیش برنامه سدرپوشی، ولی زمان کم بود، این سدره است که من در دستمه که میگن این سدره رو میخوام ببینم از چی درست میکنم دکتر جعفری، و این جلوی این سدره چیب یا یه کیسه هست و میخوام ببینیم معنا یا سمبول این چیه. گمان کنم اینجوری که شنیدم اینه از کاتن درست میکنن، ولی شما هر دانشی داریم کرباس یا پنبه درست میکنند و امروز همینو داریم، ولی نوشتن در نوشته های پهلوی ما اینو داریم که میشه اینو از پشم و حتی پوست جز ابریشم، ابریشم رو نمیخوان چون ابریشم بگار ابریشم یک چیز تازه ای اومده بود، مور میزنه یا میشه خراب میشه، نور میزنه یک چیزی. خب میخواستن هر که ساده باشه این سادگی، و اونو شما به من بدید. بعد این رنگش هم اگر میتونید، چرا سفید توست؟ سفید خوبی سفید که ما همش در کارهای یا این آیین‌های زرتشتی پوشاک سفید رو میپوشیم، اون اینه که این پاکی اون رو نشون میده. یک نشان کوچکترین نشان سیاه یا نیلو نیلی یا یک چیزی دیگه دیده میشه. پس ما باید اینو آنچنان سفید نشون بدیم که هیچ لکه‌ای نداره، پلیدی نیست، پاک پاکه. ولی یادمون باشه که اینو گریبان میگن. گریبان با این همه که گردن رو گرفته، پوشاکی هست که گردن رو گرفته، ولی گریبان اون چیه که امروزا جیب ما این ور رو اون ور رو شلوار و این چیزا داریم. در اون زمان ما تنها گریبان داشتیم و این گریبان برای همینه که باید گفت
نمونه ای هست که هر کار و هر اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک رو ما در این جیب نشون میگذاریم، این خودش نشون میده که چگونه ما در اون زمان همش در اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار و نیک بودیم، کارهایی میکردیم که نیک و درست باشه و تا اون جایی که میتوانستیم از کارهای نادرست پرهیز میکردیم. درست، سپاس فراوان. و اینم حالا میرین ببینیم که این که بهش میگن کشتی، به این میگن کشتی که هفته پیش ما نشون دادیم، آریانا اینو دورش بست و اینو ما سه بار دور کمرمون میبند و از جلو شروع میکنیم، یعنی اینو از جلو، من حالا اینو دور سینم میبندم، از جلو اینو میبندیم، میبریم عقب و میاریمش جلو اینطوری، و و اولین گرهی که میزنیم دست راست میره طرف چپ اینطوری گره میزنیم و از این بر اینطوری میشه که این گره قفل نمیشه اینطوری. اگر دوربین بتونیم میشه آسون باز کرد، قفل نمیشه اینطوری، مثل دوتا رینگ مثل شماره 8. بعد اینو میبریم پشتمون همینطوری میبندیم، یعنی سه بار من اینو دور کمرم این بسته میشه. و شما میتونین این کشتی بندی رو روی یوتیوب، اگر شما کامپیوتر دارین برین روی یوتیوب، خیلی دیویدی های گوناگون هست که نشون میده چه ریختین کشتی رو ببندیم. بعد این پرسشی که دارم، اولین پرسش اینه که اینو از چی درست میکنم؟ و انگار 72 تا نخ این تو هست که سمبول 72 تا یسنا ها هست و این ریشه آخر این سه تا اینم سه تا چیز هست که مال اندیشه و گفتار و کردار نیک هست، این برش هم همینجور سه تا هست. حالا شما توضیح بدین، چون گمان کنم این کمربندی که ما آریایی ها میبستیم یک کم هم از لحاظ کلوفتر بوده تا این، خلاصه هر چیزی میدونین درباره تاریخ و جنس این خواهش، این اون چیزیه که به ما رسیده و از پشم سفید گوسفنده. یادمون باشه که پنبه از هند آمد و پیش از پنبه ما هرچه داشتیم پشمی بود و هر چیز را می بافتیم. این خودش بافته میشه. 72 که امروز هست، 72 یسنا هست. ما در یک برنامه دیگر همه کشتی های مادی، هخامنشی، اشکانی و ساسانی رو میرسانیم، نشون میدیم و کمربندهای در شرق ما، بلوچا با برگزاری آینی کمربند میبستن که دیگه نمیدونم هنوز هست یا نیست. من به یادمه که این کار رو میکردن در زمانی که من نوجوان و جوان و با بلوچ ها دوست بودم.
ولی کشتی بندی بهش میگفتن یا سدره لانگ بندی لانگ لانگ خودشون میگن کمر بند لانگ بندی اینو میگن از شرق گرفته تا کردهای امروز سوریه لبنان اینجاها کرد داریم اینها هم کمربند دارن ما در جنوب که خودم دیدم هم شرق هم غرب هم جنوب لارستان لنگه و اینجاها که مردم همشون هم سنی بودن اینها هم کمربند داشتن این خودش نشون میده که ما کمربند رو داشتیم که همین نشانه خود واژه کشتی رو من گفتم که کشتی یعنی کمربند کشتی که میگرفتیم کمربند همدیگه رو میگرفتند و کاری میکردند که من به یادمه که کمربند کشتی گرفتن کمربند رو گرفتن ما در خراسان به ویژه تربت جام داشتیم تربت جام کشتی رو همین کمربند رو میگرفتن و همین یکی روی زانو میافتاد بازنده بود تموم شد این خودش نشون میده که کمربند که ما خودمون سازنده یک کمربند هستیم و من در برنامه گذشته گفتم که شلوار رو ما ساختیم ایرانیان و کمربند که شلوار رو بگیره و کمربند یک نمایی از به کار بسته شدن و کار کردن یعنی کمرم بستم یعنی میخوام کار رو انجام بدم که حتی به انگلیسی we good enough or something کمر رو بستن یعنی کار رو انجام دادن بود این همیشه در فرهنگ ما این بوده چون این نشان میده که ما چگونه کار کن، کارساز، کارآزما و کاردان بودیم. سپاس فراوان. پرسش دیگری که دارم این سر پوشی که ما انجام میدیم پیش از زرتشت اتفاق میفته. چون ما آریایی‌ها این یه سنتی بود برای آریایی‌ها. ولی ما امروز که این صدر پوشی رو انجام میدیم ما بخشی از اوستا رو میخونیم این هفته پیش که ما این برنامه رو انجام دادیم استاد جعفری به زبان اوستا یسنای 12 خوند بس ما شروع میکنیم با یسنای 12 و که به زبان اوستایی خوانده میشه بعد به زبان آریایی یا ایرانی که من خوندم هفته پیش و آریانا تکرار میکرد این یک بخشیش هست گاتای 16 درست میگم؟ درست. پس ما یسنای 12 داریم و گاتا یعنی یسنای 12 یادمون باشه که جزو گاتا نیست ولی بخشی از فارسی که ما خوندیم یا آریایی سرود 16 اشو زرتشت
پرسش من اینه، اگر ما این صدر پوشی رو قبل از زرتشت انجام میدادیم، حالا 1000 سال، 2000 5000 سال پیش، اصلا ما یسنا یا اوستا یا گاتایی وجود نداشت، آیا ما میدونیم اینها چی میخوندن در اون زمان؟ نه ما نمیدانیم، ولی میدانیم که زبان مادری اون مردم هم اوستایی بوده. درست. همین زبانی که زرتشت در اون زبان مادریش بود. درست. مادری یعنی هنگامی که زرتشت ساده شد این زبان بود. ما هنگامی که میبینیم 5000 سال پیش، ما دو گویش، دو لهجه داریم، یکی نامش امروزا سانسکریت، یکی هم اوستاست. این آریا، کسانی که خودشون آریا یا یک کس راست و درست خودشون رو میگفتن، اینها دو گویش داشتن. تا اون جایی که ما میبینیم گویش یکیش سانسکریت به سوی جنوب رفتن، یکی هم که در شمال موندن و طرف غرب تا امروز سوریه رفتیم. این یک چیزی هست که ما باید بدانیم که در اون زمان این جشن رو اونها هم انجام میدادن، چون همونطور که در برنامه گذشته گفتم، فرزند چه پسر چه دختر تا 13 یا 15 سال میشد نمیتوانست کشتی خودشو ببنده. روزی که میتوانست کشتی خودشو ببنده، اون زمان ما یه جشنی میگرفتیم که این بالغ شده دیگه میتونه همه کارهایی که مادر و پدر انجام میدادن اون هم انجام بده، این جشن رو میگرفتن. خوبی عشو زرتشت اینه که هر کاری که درست بود و سودمند بود اونها رو نگه داشت. اونهایی که پندربازی، پندرپرستی، خرافات، اینها چیزایی بود، اونها رو پاک کرد، زد کنار و راه راست و درست که بر اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک بر این بنیاد هست، این رو نگه داشت. یکی از کارهایی که همین کرد، تنها چیزی که ما میبینیم یاران زرتشت، چون همون به گویش به لهجه زرتشته، میبینیم یارانش برای خودشون یک نیایش هایی درست کرده بودن که این کشتی بندی که بزرگترین روز در زندگانیشون بود، بزرگترین روز، چون در اون ما همچنان که بار گذشته و همه کسانی که نیایش کشتی بستی رو میخونن میگن فرب برانه، من برای خودم برمیگذیرم، نه کسی فشار میاره، نه کسی به من میگه تو اینو بگو، نه، فرب برانه، من برای خودم برمیگذیرم. اون چیه؟ دین بهی زرتشتی. این برگزیدن بزرگترین روزی در زندگانی یک کسی بود که با دانش و بینش و سنجش این دین بهی رو برمیگزید.
نمیگفتن چون تو زرتشتی زاده هستی باید زرتشتی بشی، تو ترسا زاده هستی باید ترسا بشی، تو یهودی زاده هستی باید بگی. این رو زرتشت نداشت. زرتشت خواست هر کس با دانش و بینش و سنجش خود دین بهی زرتشتی رو برگزینه. این نشون میده که هیچ شخصی در هیچ مذهبی یا دینی نمیتونه به دنیا بیاد، چون طبیعت مذهب و دین یک باوره و هیچ انسانی در هیچ باوری به دنیا نمیاد. ما باورها رو خودمون رو آزادی خودمون باید بسنجیم، بینش کنیم و برای خودمون با آزادی خودمون انتخاب بکنیم. برای همین این واژه مسلمانزاده یا زرتشتزاده یا یهودیزاده اصلا وجود نداره، این منطقی نیست. این چیزها رو میگن ولی از لحاظ فلسفی اشکال بزرگی داره و دوباره یه انسان توی یه تخت میتونه به دنیا بیاد، توی یه خانواده، توی یه اتاق سرسامی. بچه کوچیک ترسا مسیحی یا یهودی رو یک کسی میدوزه و اون مسیحی و یهودی نیست، اون بچه رو بار میاره و همون میشه. یعنی یک چیزی هست که ما یاد میگیریم، میاموزیم، به کار میبندیم و میاموزانیم. برای همین اشو زرتوش میگه به تمام پیام ها گوش بدیم و درخواست میکنه که مردم به پیام منم گوش بدیم. اگر پذیرفتین دنبالش برید، اگر نپذیرفتین پس ولش کن. این نشون میده که اشو زرتوش باورش این است که باورها رو ما انتخاب میکنیم و هیچ کسی در هیچ باوری به دنیا نمیاد، وگرنه این بندی رو که میگه مردم با گوشتون به من گوش بدین، به همه سخنها گوش بدین، نشون میده که هیچ کسی در هیچ مذهب یا باوری به دنیا نمیاد. حالا اینو ادامه بدم. من صدرپوشی‌های گوناگون دیدم، از هند گرفته که زرتشتی‌های پارسی در هند هستن و زرتشتی‌هایی که در ایران هستن و اروپا و همچنین موبدان خود چه ایرانی چه پارسی. این صدرپوشی جشنش فرق می‌کنه. یعنی ما یه استاندارد، سیستم استاندارد نداریم. مثل این که بگیم که تولد، کسی که تولد یا زادروزش رو جشن میگیره فقط یه نوع هست. بعضی ها جشن میگیرن بدون کیک، بعضی ها کیک دوست دارن، بعضی ها شمع دوست دارن. یعنی یه نوع به خصوصی نیست. درست میگم؟ درست همینه. یه چیز طبیعیست، نمیشه ایرادی گرفت. چون وقتی فرهنگ ها جدا میشن یکم آدم و رسومات فرق میکنه. یعنی ما فرهنگ زرتشتی های هندو ببینیم، ببینیم که یکم فرهنگشون با فرهنگ زرتشتی های ایرانی یا اروپایی یکم تفاوت داره، که این طبیعیه. یک چیزی هست که بهش باید گفت ایرادی نگیریم. هر کس آزاد جای خودش. و یادمونم باشه که صدرپوشی یک مرحله‌ایه که اگر کسی انجام بده، اگر اشتباه میکنم منو راهنمایی بکنیم، که کسی که صدرپوشی میکنه یا یه زرتشتی که باورش رو قبول داره، یعنی اشو زرتشت و فلسفهش رو خونده و میگه من به این باور، این باور رو من میپذیرم، ولی نمیخواد صدرپوشی بکنه، آیا دلیل میشه این شخص زرتشتی نیست
یکی هم شاید ستر پوشی بکنه ولی آدم راستی نباشه. معنی موند یکی که زرتشتیه چیه؟ کسی که ستر پوشی کرده؟ زرتشتی کسی هست که از راهنمایی خدایی عشق زرتشت پیروی میکنه، اون زرتشتیه. هر کس خوبی دین بهی زرتشتی اینه که آزادگی به مردم بیده، هر کدوم آزاده هستند و بهتره ما هر کدوم جای خودش بهش بپریم یا بد و بیراه بگیم، این هیچ نتیجه خوبی به ما نمیده. باید به گفته خودش و زرتشت، باید ما هرچه بیشتر دانا باشیم بهتر بتونیم زندگی بکنیم و با هم زندگی بکنیم و هم دست و یار هم دیگه باشیم، هرچه داناتر باشیم. و باید دانش رو تا اون جایی که میتوانیم دانش رو چی بکنیم، دانش رو بیشتر و بیشتر و بهتر و بهتر بکنیم. درست. بعد یه چیزی که باید یادمون باشه، این مراسم ستر پوشی که انگار دو سه بار ما گفتیم، هر کسی به آزادی خودش میتونه این رو انجام بده و کسانی که نمیخوان ستر پوشی رو انجام بدن دلیل نمیشه که اینها زرتشتی نیستن. معنی زرتشتی بودن کسی که زندگی راست میکنه، به کسی زیان نمیرسونه. و باور ما ایرانی ها، فرهنگ ایرانی اینه که هر روزی که ما لباسمون رو میپوشیم و از خونمون میریم بیرون، شب که برمیگردیم جهان یکم بهتر کردیم. درست. برای اون یه روزی که رفتم بیرون. این سمبل ستر پوشی و کشتی هم اینه که هر روزی که ما لباسمون رو میپوشیم، حالا چه ستر باشه چه کشتی، چه یا انسان معمولی در ژاپن باشه یا استرالیا، اصلا درباره زرتشتی چی نمیدانه، ولی این شخص اگر آدم راستکاری باشه و هر روز خونش رو لباسش رو ول میکنه میره در جهان بیرون، جهان رو بهتر بکنه برای خودش و برای دیگران، این شخص یه شخص زرتشتی هست. یعنی با اون فلسفه زرتشت داره کارهای خوبش رو انجام میده. یعنی ستر پوشی کردن دلیل نمیشه یه شخصی زرتشتی باشه یا نباشه، یا یه شخصی راستکار باشه یا راستکار نباشه. ولی ما باید بدونیم که ما که این کار و آیین ستر پوشی رو انجام میدیم، ما کسی که پیرو درست درست با به کار بردن آیین خدایی زرتشت باشه، با این کار رو انجام برای چنین کسی میدیم که پس از ستر پوشی یک جهان تازه‌ای رو کوشش میکنه که دست اندر کار اون باشه. من در کلاس هایی که توی مؤسس های گوناگون اینجا آموزش میدم، به خصوص بچه های 14، 15، 16 ساله، دانشجوهای من، خیلی هم به من میگن من نمیخوام ستر پوشی بکنم، ولی میگن این دلیل نمیشه که من زرتشتی نباشم، چون خیلی از مادر پدرها دوست دارن فرزندانشون ستر پوشی بکنن و این جشن رو بگیرن. ولی امروز البته تو امریکا، من در ایران و در جای دیگه جهان نمیدونم اندیشه
بچه آچیان، ولی در این امریکا نصف از بچه ها نمیخوان ستر پوشی کنن و هزینه شو دارن، چون یادمون باشه در ایران خیلی از زرتشتیان ستر پوشی نمی کردن. یه جشن گندهی بود، باید پولشو داشته بودی و این برنامه رو انجام میدادی. اینجا هم اگر هزینهش هم داشته باشن، بعضی از بچه ها میگن اگر من یه زرتشتی هستم این طرز فکر منه و هیچ نیازی به ستر پوشی ندارم، ولی یادمون باشه که این یه چیز آزادیه. حالا که من اینو گفتم، من از بر هفته پیش تا الان از ایران به من بگم 200 نفر تلفن زدن کم گفتم. این کسانی که میخواهند در ایران زرتشتی بشن دسترسی به صدر و کشتی ندارن، میگن شهر روزمان صدر و کشتی ایران از کجا گیر بیاریم اگه بخوایم صدر پوشی کنیم. من همین آموزش رو بهشون میدم که زرتشتی بودن نیاز نیست که یکی یه پرچمی ببنده دور بازوش. به قول امریکایی ها میگن You don't wear your religion around your sleeve. این مذهب تو دور بازو نمیبندی. و به اینها میگم شما اگر آموزش زرتشت رو دیدیم و باور به فلسفه زرتشت دارین، در ایران اگر دسترسی به صدر و کشتی ندارین مسئله ای نیست، ولی اگر واقعا این برای شما مهمه، این یه ایده سمبولیه و ما میدونیم صدر و کشتی در مرور زمان عوض شده. شما میتونین در ایران یه چیزی به شباهت صدر بپوشین، یه چیزی به شباهت کشتی پیدا بکنین و صدر پوشی یا کشتی بندی خودتون رو انجام بدین. حالا اگر صدر و کشتی امروزی رو نداریم، چون میدونیم در ایران سخته، میلیون ها نفر میگن ما زرتشتی هستیم ولی نمیتونن اینا رو دسترسی ندارن بهشون و برای ما هم سخت اینا رو بفرستیم به ایران، از اینجا پست بکنیم به هزاران نفر ایرانی. میتونیم یه چیز دیگه پیدا بکنیم، یه پرتن که شبیه صدر باشه، یه چیزی که شبیه کشتی باشه و صدر پوشی و کشتی بندیتون رو انجام بدیم. یه پرسش مهم دیگری هست، اگر از من پرسیم نیازی بعضی ها دوست دارن، این میگم جشن هر کسی جشن خودشه، هیچ کسی به من نمیتونه بگه تولد من رو چریختی میخوان جشن بگیرن، اگر بخوام ازدواج بکنم چریختی ازدواجم رو بعد جشن بگیرن. آیا موبت نیاز هست برای صدر پوشی استاد، یا آیا یک فردی برای خودش میتونه خودش رو صدر پوشی بکنه؟ ما در آواز اوستا واژه موبت که باید مگو پیتی به اوستا باشه، من اینو دارم میگم مگو پیتی باید باشه، به کار برده نشده. مگوان هست، مگوان یعنی بزرگوار، مگا یعنی بزرگواری، مگوان بزرگوار. این واژه رو در هم گاتا داریم هم اوستای پس از اون. در اون چه که در هیر بودستان و میرنگستان آمده که خودش به اوستاس خودش نشون میده که در آغاز ما ایترا پیتی داشتیم که هیر بوده. ایترا زرتشت نخستین کسیه که بنیاد آنچه که ما امروز میگیم آموزشگاه یا مدرسه، این بنیاد و زرتشت گذاشت. پیش از اون 3 نفر 4 نفر شاگرده یک کسی بودن.
و کسانی رو بیارن یک جا، یک کسی آموزگار اونها باشه، اونها رو بیاموزه. این کار رو زرتشت آغاز کرد. افسوس که جهان این چیزا رو نمیدونن یا نمیخواهن بدونن، خصوصا اروپایی ها. مدرسه هم ایرانی ها درست کردیم. ایتراپتی هیر بود، ما واجهی داشتیم که باید برگندان امروزش آموزگار را بزن. اینها همه این کارها رو در آغاز انجام میدادن و پس از اون کارهایی که در یک آینی یک هیربودی آغاز کار میکرد، یک هیربودی آتش رو درست میکرد، یک هیربودی کارهای دیگر رو انجام میداد، اینها ما چندین باید گفت موبد در اون زمان، در زمان اوستا داشتیم که اکنون هم داریم، ولی من ندیدم که هر کدومشون یه کارهای جدا جدا، یه کسی بیا آتش بیاره، یه کسی این تنها کارش آتش آوردن و به آتش رسیدن، یه کسی این کار بکنه. کمتر ما این کار رو میکنیم که باید. اگر باز خود من باید مدرسه زرتشتی آغازین و آغاز بکنیم و در اون مردم رو نشان بدیم که چه کارهایی بکنند و که چه کارهایی، و دانش بیش از همه دانش، و اون هم دانش روز. خوبی دین بهی زرتشتی اینه که تازه ترین هیچ کاری آنچنان نداره که از کار افتاده باشه و ما تو گردنمون باشه. دین بهی هیتیا برشتام هیت بسنا فرشو تیمیم، همچنان که خدا میخواد با کارهای راستین رو این رو تازه ترین بسازیم جهان. بله، هر کار ما باشه. این پوشاکی که امروز پوشیدیم یه زمانی نداشتیم. ایرانی پیرن و اینا رو درست کرد، نمیخوام درباره شد. کراوات نداشتیم، امروز کراوات میزنیم. خب باشه، درست. پس این سمبول دمجور که گفتیم، این صدر و کشتی، اینه که این جهان هر روز باید ما بهتر بکنیم. اگر میگم دسترسی نداریم، نمیخواین انجام بدیم، میتونی هر روز جهان رو بهتر بکنی. من پیام زرتشتی این هست، پیام زرتشتی اینه. من به یادم که گفتگو در اون زمانی که من گفتگوی باید گفت نزدیک به 60 سال پیش دارم میکنم، گفتگوی این نبود که کسانی صدر پوش بشن و زرتشتی بشن. ناگهان این جنبش آغاز شد و یک کسی که تواناییش و باید گفت دلیری اون داشت، شادروان رشید شهرمردان بود که کسانی رو در همین ابدان خاندانهای رو زرتشتی صدر پوش کرد. دیگران نمیتوانستن بکنن دیگه، موبدا. این موبد این داشت، باید گفت دلیری رو داشت،
این کار رو کرد و همین مومن از روزی که همون نزدیک به 60 سال پیش منو صدرپوش کرد که من در خانه شادروان خواهر خودم برمیس یگانگی اونجا این جشن رو گرفتیم، منو صدرپوش کرد. تا امروز من هم صدره دارم هم پشتی دارم و بعضی ها باور دارن. یعنی یک خوبی اینه که به اوستا صدره رو و به پهلوی صدره رو شپیک میگن، یعنی پوشاک شب. من پوشاک شبم تو صدره با صدره میخوام. در استاد جعفری راست میگم، بعضی ها هر روز که پا میشن این صدره رو میپوشن. من با جوانان زرتشتی در ایران که حرف میزنم میگن هر روز این واسه ما یکم دشواره که ما این صدره و کشتی رو هر روز بپوشیم و بریم بیرون. کاری که در آن الان بعضی از جوانان میکنن یه پیرهن سفید مثل تیشرت میپوشن که من خودم هر روز اینو میبینیم، این یه تیشرت صدره نیست ولی سفیده که من هر روز واسه 20 ساله میپوشم. هر چیزی که بپوشم زیرش این هست. اگر واسه تون این معنی داره و میخواین هر روز این عمل رو انجام بدین چاره کاری دیگه من همینه دارم. من صدره شما صدره میپوشین هر روز؟ صدره اصیل رو میپوشین هر روز. خوبی باور زرتشتیان اینه که زرتشتیان اصلا یا ایرانی ها، چون فرهنگ ایران فرهنگ زرتشته، فرهنگ زرتشت فرهنگ ایرانه، یادمون باشه که زرتشت نماد هویت ایرانه. اینو اصلا دربارش هر پروفسوری اینو میدونه و نمیشه دربارش اصلا بحث کرد. نماد فرهنگ ایران اشو زرتشت است و زیبایی روشنفکری ایرانی ها این هست که یکی یه بچه صدرپوشی میکنه، یه بچه زرتشتی صدرپوشی میکنه، ما این در و آزاد باز میذاریم و نمیگیم یکی زرتشتی هست یکی نیست. این زیبایی روشنفکری ما ایرانی ها هست که مردم گوناگون با روش گوناگون صدرپوشی میکنن. به مرور زمان این جشن عوض شده، بعضیا نمیخوان صدرپوشی کنن. ما این تعصب رو نداریم که بخوایم زور بگیم به یه کسی که شریختی بعد این آیین رو جشن بگیره یا آیا این آیین رو حتما باید جشن بگیره یا نه. این زیبایی دوباره روشن فکری ما ایرانی ها هست که ریشش از اشو زرتشت میاد و این مهمترین چیزی که اینجا هست، اگر کسی که صدرپوشی میکنه، این باور منه، باور شخصی خود منه که اگر اوستا هم اینجا نخونیم در تمام مرحله صدرپوشی، چون خیلی از ما ایرانی ها اصلا زبان اوستا بلد نیست، یکی که صدرپوشی جشن صدرپوشی من اوستا بخونه، من اصلا نمیفهمم که این اوستا زبانش رو بلد نباشم، ولی میتونم این تحصیل رو بکنم بیش از آن که ببینم این اوستایی که داره خوانده میشه معناش چیه. ولی مهمترین بخشش این که ما هفته پیش انجام دادیم این قسمت آریاییشه یا ایرانیه که میگه تا از راه راستی تا و توانایی دارم، من ای خدای دانا خود را ستاینده تو میدانم و همچنان ستاینده تو خواهم بود و کارهای خود را برای این زندگانی و از راه منش نیک انجام خواهم داد و این کارهای راستین هستند که این جهان را ای سرور هستی بر خواهش تو تازه به تازه میگردانند. این مهمترین چیزه برای کسی که صدرپوشی انجام میده که این
فاجعه ها رو بفهمه، معنی فلسفهش رو بفهمه و اینطوری انجام بده زندگیشو. و توی این به زبان فارسی ما یتاآهو و اشمبهو هم میخوانیم. این به نظر من بسیار مهمه که گفتم همین گاثای 15 و اون قسمت اوستا بخش اولش یسنای 12 که ما میخوانیم. و شما دوباره گفتم در یوتیوب امیدواریم ما این دوتا برنامه‌ای که ضبط کردیم بذاریم روی یوتیوب، شما میتونین بر جشن صدر و پوشی رو تماشا بکنین برای خودتان. و جشنهای صدر و پوشی گوناگون هم هست در یوتیوب، اگر دسترسی به کامپیوتر دارین میتونین بیشتر از این آموزش بگیریم. برنامه‌مون به پایان رسیده. سپاسگزاری فراوان از استاد ما، استاد بزرگ ما، استاد جعفری که پدر همه ما هست، و سپاس فراوان از تمام بینندگان و شنوندگان برنامه زرتشت که یه برنامه آموزشی هست که میتونین اینا رو ضبط کنین روی سی دی، دیس دی وی دی و پخش کنین بدین به دوستانتون که اونها هم این آموزش رو به دست بیارن. امیدوارم هفته آینده هفته زیبای شاد و تندرستی باشه برای تمام شما و خدا نگهدار همه شما باشه. خدا نگهدار، خدا نگهدار. اوشتا خرسندی و شادی از روش مزدا یا خرد، و تندرستی از روش مزدا یا خرد بر تمام بینندگان گرامی برنامه زرتشت و تمام ایرانیان در هر گوشه جهان که هستین. امیدوارم همتون شاد و تندرست باشین. امروز ما برنامه هفته پیش را ادامه میدیم که درباره صدرپوشی است، آیین صدرپوشی، که ببینیم سمبول یا فلسفه این صدرپوشی چی هست، یکم بیشتر آموزش دریافت بکنیم. و استاد خردمند و مهربان ما، استاد بزرگ ما، استاد جعفری امروز روی برنامه زرتشت هستند که یکم آموزش به ما بدن. و سپاس فراوان استاد جعفری، اگر میخوان یه درودی به بینندگان بگین و ما برنامه رو آغاز میکنیم. درود فراوان به همه بینندگان این برنامه یا هر کجا که زرتشتیان هستند و ایران فرهنگ، کسانی که فرهنگ ایرانی رو پیروی میکنن. درود بر همه. سپاس فراوان. ما پرسش اولی که من از استاد جعفری دارم، ما هفته پیش برنامه صدرپوشی و زمان کم بود، این صدر است که من در دستمه که میگن این صدره رو میخوام ببینم از چی درست میکنم دکتر جعفری، و این جلوی این صدره چیب یا یه کیسه هست و میخوام ببینیم معنا یا سمبول این چیه. گمان کنم اینجوری که شنیدم اینه از کاتن درست میکنن، ولی شما هر دانشی داریم کنباز یا پنبه درست می کنند و امروز همینو داریم، ولی نوشتن در نوشته های پهلوی ما اینو داریم که میشه اینو از پشم و حتی پوست جز ابریشم، ابریشم رو می خوان. چون ابریشم نگار ابریشم یک چیز تازه ای اومده بود، مور میزنه یا میشه خراب میشه، نور میزنه یک چیزی. خب میخواستن هرچه ساده باشه این سادگی، و اونو شما به من بدید. بعد این رنگشم اگر میتونید، چرا سفید تو سفید خوبیه، سفید که ما
همش در کارهای یا این آیین‌های زرتشتی پوشاک سفید رو می‌پوشیم، اون اینه که این پاکی اون رو نشون میده. یک نشان کوچکترین نشان سیاه یا نیلی یا یک چیزی دیگه دیده میشه. پس ما باید اینو آنچنان سفید نشون بدیم که هیچ لکه‌ای نداره، پلیدی نیست، پاک پاکه. ولی یادمون باشه که اینو گریبان میگن. گریبان با این همه که گردن رو گرفته، پوشاکی هست که گردن رو گرفته، ولی گریبان اون چیه که امروزا جیب ما این ور رو اون ور رو شلوار و این چیزا داریم. در اون زمان ما تنها گریبان داشتیم و این گریبان برای همینه که باید گفت نمونه ای هست که هر کار و هر اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک رو ما در این جیب نشون میگذاریم. این خودش نشون میده که چگونه ما در اون زمان همش در اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار و نیک بودیم، کارهایی میکردیم که نیک و درست باشه و تا اون جایی که میتوانستیم از کارهای نادرست پرهیز میکردیم. درست، سپاس فراوان. و اینم حالا میریم ببینیم که این که بهش میگن کشتی، به این میگن کشتی که هفته پیش ما نشون دادیم آریانا اینو دورش بست و اینو ما سه بار دور کمرمون میبندیم.